بسم الله الرحمن الرحیم رئیس و اعضای محترم هیئت رئیسه همکاران عزیز حضار محترم بسیار خوشحالم که به نمایندگی از شهروندان تهرانی در این مراسم باشکوه و در جمع شما مدیران، صاحب نظران و سرآمدان حوزه حمل و نقل و توسعه پایدار و رسانه‌های گروهی سخن میگویم. بر خود میبالم که شهردار شهری هستم که در آن جسارت و اراده قاطع برای توسعه حمل و نقل پایدار یک پارچه در دسترس، ایمن و آسان با هدف ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ویژگی بارز مدیریت شهری است و شهروندان فهیم آن یار و همراه این سیاست ها و تصمیم های تحول خواهانه هستند. امروز در کلان شهر تهران به رغم تمامی موانع و محدودیت ها توسعه شبکه مترو، خطوط بیارتی و خطوط ویژه اتوبوس تحقق پذیرفته است. از سوی دیگر ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخ سواری و توسعه پیاده راه‌های امن و آرام به سرعت در حال تحقق است. همزمان با این اقدامات اعمال تدابیر محدود کننده برای تردد وسایل نقلیه در مناطق مرکزی شهر از جمله استقرار سیستم کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک گام‌های اولیه و بستر مهمی برای توسعه حمل و نقل پایدار در این کلان شهر بوده است. تهران نیز نظیر بسیاری از کلان شهرهای جهان با معضلاتی همانند آلاینده‌های زیست محیطی روبروس، اتخاذ رویکردهای انسان محور به جای راهبردهای خودرو محور زمینه مناسبی را برای کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی، توسعه امکانات حمل و نقل عمومی و دسترسی عادلانه شهروندان به این امکانات فراهم آورده است. تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران با ایمان راسخ به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دینی و ملی بهره برداری از تجارب مثبت جهانی، ابداع و نوآوری و تکیه بر مشارکت بیدریغ شهروندان گام‌های بلندی برداشته است و در این مسیر زندگی شایسته برای تمامی ملت‌ها با اشتیاق فراوان آماده تبادل اطلاعات و تجارب خود با شهرهای دنیا هستیم. عمیقاً معتقدم در راستای تحقق شهری سرشار از معنویت، پاکی، آرامش، ایمنی و توسعه یافتگی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رویکرد صحیحی پیشه کرده ایم و در مسیر درستی در حرکتیم. در پایان اجازه می خواهم از نگاه کارشناسانه، دقیق و منصفانه کمیته محترم داوری جایزه سال حمل و نقل پایدار و نهادهای همکار آن به روند تحولات منسجم، برنامه ریزی شده و رو به توسعه حمل و نقل پایدار در شهر تهران سپاسگزاری نمایم. بدون تردید این دستاورد مسئولیت این جانب و همکارانم را در خدمت به همشهریان و هموطنانم سنگین‌تر و اراده ما را در این مسیر استوارتر خواهد ساخت. از خداوند متعال سلامتی و شادکامی همه شرکت کنندگان در این رویداد مهم بین المللی را مسئلت می نمایم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.